بعد نیست یه مقداری هم در مورد مشخصات کلیپ صحبت بکنیم یعنی در واقع هر کلیپی که شما وارد تایملاینتون میکنید یک سری مشخصات داره و یک کارهایی میشه توی اون انجام داد به طور مثال اینجا ما اگر ما از یه تصویری که توش تحرک داره میایم به یه تصویری که کاملا ثابته و عکسه و این ممکنه یه مقداری خشکی توی کات ایجاد بکنه ممکن ما بخوایم به این عکسمون یه تحرک کوچیک بدیم و مثلا روش یه زوم کوچیک بکنیم یا بخوایم یه انیمیشن ساده توش ایجاد بکنیم برای این کار شما روی کلیپتون دابل کلیک میکنید توی پنجره ویور باز میشه تب موشن رو انتخاب میکنید و اینجا برای تغییر مشخصات کلیپتون چند تا عنوان دارین اولیش اسکیله که در واقع همون بزرگتر و کوچکتر کردن کلیپ. و من این کلیپ رو اگر روی یک کلیپ دیگه قرار بدم یا در واقع روی لاین بالاتر بذارم همونطور که شما میبینید با کوچیک‌تر شدن اون تصویر زیرش دیده میشه و در واقع دور تا دورش ترانسپرنت میشه دو این عنوانی که شما اینجا دارید توی پنجره ای موشن روتیشن هست اگر بخواید یک عکس رو بچرخونید یا یک فیلم رو بچرخونید در واقع یک کلیپ رو بچرخونید میتونید از این روتیشن این کار رو انجام بدید و این قرمزی کوچیک میزان دورهایی که زده کلیپ شما رو نشون میده مثلا الان یه 360 درجه کامل زده که این دایره کوچیک به معذرت بخوام خط کوچیک مثل عقربه ساعت یک رو نشون میده عنوان بعدی سنتر در واقع جای این کلیپ هست من اگر بخوام این کلیپ رو جا به جا بکنم موشن رو سن... توی قسمت موشن سنتر رو میزنم و کلیپ رو به اون جایی میارم که دلخواه خودمه و به محض اینکه که کلی... کلیکم رو وردارم دیگه توی اون قسمت ثابت میمونه اما راه راحت تری هم برای این کار هست شما اگر توی بالای پنجره کنوستون به این آیکون سوم برسید و اون روی اون کلیک کنید و ایمیج به جای ایمیج ایمیج به علاوه وایر فریم رو انتخاب بکنید یک چهارچوبی دور تا دور کلیپ هایی که انتخاب شدن میبینید به طور مثال اگه من این کلیپ رو انتخاب نکنم دیگه این چهار رو نمیبینم اما اگر انتخابش بکنم و ایندیکیتور زمانم یا در واقع همین این جایی که نش... این اسلایدری که نشون میده زمان من کجاست روش باشه شما این چهارچوب رو میبینید برای چرخوندن این کلیپ شما فقط کافی یک موستون رو به لبه های کلیپ بیارید که همونطور که میبینید تبدیل میشه به یک آیکونی که چرخیدن رو نشون میده اگر روی کلیپ موستون باشه همطور که شما میبینید تبدیل میشه به یک فلش چهار طرفه که جابجا کردن رو میتونید باشه انجام بدید پس چرخوندن و جابجا کردن و اگر موستون رو روی این چهار تا نقطه بیارید میتونید کوچیکتر یا بزرگترش بکنید اما این آی... عنوان آخر که انکر پوینت هست در واقع محور بزرگ کوچیک شدن یا چرخش شماست ممکنه شما بخواید این عکستون از محور وسط نچرخه همونطور که شما میبینید الان از وسط داره حول خودش میچرخه ممکنه بخواید از این نقطه دور خودش بچرخه اگر شما روی انکر پوینت کلیک بکنید و مثلا اینجا من عدد 100 و 100 رو بزنم همونطور که شما بینید این آیکون وسط جدا میشه از جایی که بود حالا شما میتونید با کشیدن این نقطه به اون جایی که دل خواهتونه مثلا به اینجا از اون نقطه خواست این تغییرات رو ایجاد بکنید به طور مثال من اگر الان کلیپ همون بچرخونم همونطور که شما میبینید از این محور حول خودش میچرخه یا اگر بزرگ و کوچیکش بکنم همونطور که شما میبینید بر اساس این نقطه بزرگ و کوچیک میشه یکی از چیزهایی که ممکنه خیلی کاربردی باشه برای موشن خود کار موشن گرافیکه یعنی در واقع شما میخواید چند تا کلیپ رو, رو روی همدیگه باهاشون بازی های گرافیکی بکنید و برای آرم استیشن ها و میوزیک ویدیو ها شاید خیلی کاربردی باشه اگر شما از کارهایی که روی این کلیپ کردید خوشتون نیامد و خواستید به حالت اول برش گردونید فقط کافی که روی این زب در یک کلیک بکنید و به حالت استاندارد یا همون حالتی که قبلا داشت برمیگرده و دوباره با جابجایی کردن اسکیل میتونید به اون اندازه دلخواهتون برسید دو تا نکته جالب در مورد این اسلایدرها توی فانکات وجود داره اسلایدر منظورم این آیکون هایی که به این شکل هستن اگر شما موستون رو روش بذارید و اسکرول بکنید حالا چه با بالا چه با, پای، با پایین این اسلایدر جا به جا میشه پس حتما نیاز, نیاز نیست که روش برید کلیک و درگ بکنید با اسکرول کردن روی اون هم میتونید به اون اندازه دلخواهتون برسید در مورد اسکل یه نکته خیلی ساده باقی موند و اون همین که شاید شما نخواهید که نسبت کوچیک به بزرگ شدن این عکس ثابت باشه و دقیقا با همون نسبت درست خودش کوچیک بزرگ شه ممکنه شما بخواید که طول و عرضش رو تغییر بدید شما اگر روی یکی از این نقاط کلیکتون رو ببرید شیفت رو نگه دارید و تصویر رو بخواید بزرگ و کوچیک بکنید دیگه نسبت طول و ارزش موقع بزرگ کوچیک کردن ثابت نمیمونه و تغییر میکنه